سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له. تلویزیون ایمان، پیام آور سعادت هر دو جهان. سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك. اللهم صل على سيدنا. دلیل چکتن پس پیشتری نام قدرنوی لیدن کو سلامونو او شیش عرب مازم هیلی من نمچه روغ جور خوشحالا سوکالا و بریالی و سی انا نویارم چه تاس مبارک حضور تا دیر درانه میلمانا دی افغانستان او یا دی افغانستان دی سپورت ندین تاس تا رابلی لیدی چه دوی دی سپورت پا اکلا تاس تا زلخوالو کی بینگان کرن قدر امروز خوش وقت استم که ایده از ستاره های جهان ورزش افغانستان با شما به معرفی میگیرم و بسیار خوشوقت هستم که امروز کوچ اونا هم به خاطر تورنمنت آریا کلاب که امی اکنون در شهر دبلن جریان داره اینا به اونجا دعوت شده بودن و من از موقع استفاده کردم اینا را به استودیو دعوت کردم تا با شما معلومات دست اول راجع به فوتبال افغانستان ارائه کنه. من زیاد گپ نمیزنم، فقط همقدر میگم که مثل زی که غذا، هوا بخش وجود خیلی ها ضرور است، سپورت هم جز لایجزای زناست. اگر ما نسل جوان سالم داشته باشیم همو قدر جامعه ما سالم است، همو قدر جامعه ما خوب ترقی و رشد میکنه. و از این خاطر مقوله بسیار مشهوری در زبان دری داریم که میگه عقل سلیم در بدن سالم. از این خاطر است که ما باید جوانهای خود را به سپورت تشویق کنیم و بتانه از زیرا افتخارات به کشور عزیز ما بیاره. و الحمدلله در چند سال گذشته جوانهای ما دستاورده بسیار خوبی را که در سالهای سال انتظار زور ملت مظلوم افغان داشتن اینا به دست آوردن، چی در ساحه ساکر، چی در ساحه کرکت، چی در ساحه بسیار کراتا و ایشرا، همه از اینا دست آوردن که بخش دنیای ما و وطن ما مهر لقول بود. به خاطر از اینکه این کشور بلازده در 35 سال یا 40 سال جنگ غیر از ویرانی، بم، بارود دیگه هیچ چیز ندیده و آله الحمدلله که چون کمک نسبتا زمینه مساعد شد، جوانا استعدادهای خود تبارز دادن. و آله امروز وقتی که ما میبینیم که دولت یا فدراسیون ملی افغانستان میخواه بنیادی تحولات بنیادی رو وجود بیاره، مجبور هستن کار به اهل کار بسپارن و به او اساس است که ما امروز در ساحه کوچنگ ساکر خود یک قدر رهبری داریم که اونا اصلا با ساکر بلد هستن و در اینجا ساکر کوچنگش یاد گرفتن، تجربه کردن، تجارب دارن و میخوان این تجارب خود آل به افغانستان ببرن. در اون جمله خانم هلی کارتر که خودش معاون کوچ است و همچنان کوچ بلخواسته گلکیپر است که گلکیپر اینا ترین میکنه و اونا با ماست و همچنان هاجر ابو فضل که اونا هم عضو تیم ملی هستن و یکی از همشهرهای بسیار فعال جامعه افغانی ماستن که من هر روز که فیسبوک آواز میکنم و یا یک مجله سپورتی ده اینا یا در یک موضوع سپورت هستن و یا در مسائل اجتماعی هستن و یا در مسائل که چه قسم به جامعه خود خدمت کنن.
ما هر دوی از اینا را خوش آمدید میگم. Welcome to our show. Thank you for having me. خوش آمدید. Ms. Hill, is it possible to introduce yourself and talk about a little bit about yourself, about your background, what background you have, and then what is your new position or post? And okay. Go ahead. So my name is Haley Carter, and I'm originally from Houston, Texas, and I lived in a lot of different places, but I grew up playing soccer. I went to college at the U.S. Naval Academy. I played women's soccer there. I was recruited. After graduation, I served in the Marine Corps, and I played on the U.S. All Armed Forces team in multiple military women's soccer world championships. I was a goalkeeper. I've always been a goalkeeper since what? I was 5 or 6, maybe. I love the position. Good. I think it's the best position on the field, but I'm biased. After the Marine Corps, I went back to playing soccer professionally, and I now play for the Houston Dash in the National Women's Soccer League. So I'm teammates with Carly Lloyd and Morgan Bryan from the U.S. Women's National Team. I'm sponsored by Hummel, and that's how I got brought into the Afghanistan program. It was just kind of the dots sort of connected, and I'm happy to be here. I'm married, and I have a son, and they're very supportive, so good. Yeah. I will come back for more questions, yeah. And let's, Hajar, لطفاً شما خود معرفی کنین و در مورد خود قدری گپ بزنین. بعد از اون سوالای دیگه را شما خواهد کردید. شکر. در قدم نخواست سلام خدا به شما و همه هموطنانم که صدای ما را میشنوند از آمریکا تقدیم میکنم. حاجر ابوالفضل هستم، عضو تیم ملی فوتبال افغانستان، جایی که امروز هستیم در شهر سان فرانسیسکو آمریکا به خاطر اشتراک در مسابقات فوتبال آمریکا آمدیم که دخترای هستن همراه ما که از اروپا آمدن و خودم از افغانستان دعوت شدم و گروه دیگه ای از خود آمریکا هست که کل ما دست به دست کردیم و یک گروه درست کردیم و مسابقات داریم. خودم تقریبا 10 سال میشه که فوتبال از کابل آغاز کردم و فوتبال در اونجا میکنم. 8 سال است که در تیم ملی فوتبال افغانستان فوتبال میکنم و همچنان خودم محصل طب هستم در کابل و خودم ترن میکنم دخترای 14 سال در مکتب. فکر میکنم قدر در مورد بگراندم کافی است که انشاءالله در مورد دیگه صحبت کنیم. کوچ هلی، how did you find the Afghan soccer, especially in the women soccer? How did you find them, and what is your plan to improve that? And yeah, so I've been watching the team sort of develop from a distance since about 2009, 2010. Oh, a long time ago. Served in Iraq, and then I have friends that actually served in Afghanistan that played on the NATO team, so it's, you know, it's a small world. And so that's how I kind of got interested in it and was watching it as it was growing. And and like I said, the relationship that I have with Hummel International, that they kind of put me together with Hulada, and we've sort of kind of come together on this project in 2016, and then we brought in Kelly, so it's just sort of been this kind of a growing opportunity where the stars are kind of coming into alignment. And I think that this year is going to be different than years in the past, because I think that years in the past there's always been at least one thing that's sort of been lacking, whether it's been the coaching staff or an opportunity to train or an environment to train in. And I think that now we're kind of working to get all of those things and all of those pieces put together so that 2016 will be a successful year. So do you have any problem in recruiting the talented soccer player in Afghanistan, or you have to look around in the world? And then I would say the one thing that's made it difficult to recruit players is that Afghan girls that play soccer want to win, and I think that in the past there's been efforts, but it's been sort of lip service, and that the Federation has put forth an effort, but it has always sort of been at the detriment to some of the other players. And I think this year the biggest game changer for us is that we want to win. So we're looking for the best players, and we will put forth the best effort and give them the best training environment so that we can go and win.
And I think that the biggest difficulty we've had in recruiting players is players in the past think that it's not serious. Oh, well, it's the national team. And there have been players in the past who have been on the national team that maybe haven't only played soccer a year or two. And we got to get past that. So I think the biggest obstacle right now is sort of building legitimacy around the team and around the efforts and around the players. We've got a lot of really great talent. So I think that we build upon that and people realize we're really taking this effort seriously and players are starting to come forward a little bit more. Good, good. آجران وقتی که شما ساکر شروع کردین ساکر افغانستان در یک لول بسیار ابتدایی بود و حال فضل خدا به هر جای میرین مسابقات میکنین و برد و باخت مطرح نیست بشارت افغانستان ای که اینا در یک میدان بین المللی حاضر میشن ساکر میکنن امی بخش افغانا برد است و انشالله کاستا استا با داشتن کوچای مسلکی ما هم انشالله تیمای بسیار مستعد خواهد داشتیم به خاطر از اینکه دوست عزیز این کار را که کوچای امروز میکنه دیگران ایران در 80 سال 90 سال به این مرحله رسیده اینا توقع ما افغانا از اینا بسیار زیاد است که بمجرد که هنوز ترینینگ نشدن هنوز تیم نشده میگه جام جهانی رو با ما ببرین این یک مشکل است وقتی که کوچ آمده آستاز تا آستاز تا تدریجی انشالله که ما به مو اهداف یا مرام هایی که نیکه که شما در جیب وطنتان و تیمتان دارین میبرین ببینیم که آجا جان در این مورد چی میگه تشکر واقعیت که ما وقت فوتبال در افغانستان آغاز کردیم کسایی نبودن که مثلا پیش از ما شروع کرده باشن یا تیمایی داشته باشیم یا کوچ حرفه‌ای داشته باشیم در سال 2004 بر اولین بار در تاریخ افغانستان فوتبال شروع شد با 7 بانویی که فوتبال کردن و آغاز کردن به کمپاین فوتبال آغاز کردن به یکی از گام جدیدی رو در افغانستان بگذارن آغاز کردن که دختر خانما را از خانه بیرون کنند و توسط فوتبال اونا را مثلا جهان دنیا را و زندگی را به اونا معرفی بکنن که از روی که قدر به سالهای سال به خاطر جنگ در خانه نشسته بودن و هیچ چیزی از دنیا و هیچ چیزی از زندگی نمی فهمیدن من لذت می بردن که آغاز کردن یک در را بر رویشان باز کردن و اونا آمدن ما 2004 که آغاز کردیم آهسته آهسته پیش رفتیم که تا 2007 که اولین مسابقات رسمی بود که در پاکستان اشتراک کردیم که او اولین دستاورد ما بود که ما تانسیم نایب قهرمانی را از پاکستان به دست بیاریم و همو بود که جرقی در بین تمام افغانستان ایجاد کرد که تمام افغانستان چی از طرف حکومت چی از طرف فدراسیون فوتبال و چی از طرف مردم همه و همه دست یک کردن و خانما را حمایت کردن که ما آهسته آهسته مثلا در طول 10 سال ما تانستیم که همو 7 بانویی که آغاز کردن فوتبال ما در 10 سال بتانیم 1500 نفر فوتبالر بسازیم در افغانستان و حال همچنان که ما تا پشت کار داشتن همه دختر خانما و کسایی که حمایت ما کردن که یگانه حامی ما فدراسیون فوتبال افغانستان بود ریاست فدراسیون فوتبال افغانستان بود که تانستیم حال در 7 ولایت افغانستان فعالیت فوتبال داشته باشیم 7 ولایت دختر خانمایی باشن که هم در بخش فوتبال و هم در بخش فوتسال اونا فعالیت داشته باشن و فوتبال بکنن و همچنان 7 داور بین المللی داریم که 2 بانوی ما داور هستن و 6 بانوی ما کمک داور هستن و یکی از بزرگترین دستاوردهای ما بین باشه که رفری و اسیستان رفری ما در ثبت فیفا شده و همچنان 13 کوچ در لایسنس 30 دارن و دی اف سی هستن و این تمامش این برمیگره که ما خانم های افغانستان ما خانم هایی که به خاطر افغانستان نفس میکشیم و زندگی میکنیم تانستیم این دستاوردها را به جامعه فوتبال برای فامیل فوتبال به دست بیاریم و بسیار خوشحال هستم که نه تنها دختر خانم هایی که در افغانستان هستن تلاش به این دارن که برای آینده افغانستان کار بکنن دختر خانم هایی هستن که در اروپا درس میخوانن و کار میکنن فعالیت میکنن و دختر خانم هایی که در آمریکا هستن همه ایشان هنوزم حس وطن دوستی ایشان هست و هنوزم بخاطر افغانستان قلبشان میتپه و احساس وطن دوستی ایشان هستن اونا دست یک کردیم همه ما که بتونیم یک تیم قوی بسازیم و بتونیم یک قهرمانی بر افغانستان بیاریم که سراسر افغانستان خوشحال شون و بتونیم یک تاریخ جدید بر افغانستان بسازیم بسیار خوب مثلا لاست کوشن وی نو اباوت سوسایتی وی نو اباوت دی پیپل looking to this football, especially the women, there will be a lot of obstacle, a lot of difficulties, a lot of rocks on the way to go. Yeah. What is your plan to
go smoothly and take away all from your way yeah. and reach to the goal. Because our people expectation is too high. We don't have a good team, but they want to search the World Cup, bring the World Cup to Afghanistan. Yeah. And you know, baby steps. I think that this year is the first step on a longer term plan, and right now we're really at the point where we're just kind of trying to get our feet underneath us and focus on the immediate term and the plans for selecting the roster and trying to put a process in place to identify and attract the players and then name that roster. And then we have to turn to things that a lot of people don't generally tend to think about because they just sort of seem to happen. You know, sponsorships, partnerships with nonprofits, making sure that we have all of our insurance piece covered and travel agents. And, you know, it's pretty complicated when you have women traveling from all over the world to come and play. It's not like with the U.S. women's team where everybody's here in the United States and it's easy to book visas. And, you know, that we have, ours is a little bit more logistically complicated. And so, you know, I think just taking it one step at a time and slowly, and you know, we have a sort of a public relations program and a sponsorship program and trying to be as organized and professional as possible. And one thing that Kelly and I have said as coaches is that we want to give the women the sort of professional experience that we have, both as professional soccer players and at the international level. And so that's kind of where we have set the bar for ourselves, and that's kind of our goal and where we want to be. And I think that if we can meet our goal, I think that the other goals will start to come along. Good luck. Hopefully we will have you here with a lot of more success and medal you. And trophies. I'm confident. Yeah, I'm sure. I'm confident sure. This year is going to be a good year. I'm sure. Yeah. When we were coming, the Aria Club gave me this one. Gave it to you as a memorial of this tournament. Yeah, and you can have it. Thank and you. Thank you so much. Yeah. Hopefully the other guests will be here pretty soon. Yeah. And then we're going to continue our conversation with them. And good luck. Thank you. Okay. Thank you so much. For the office. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. One more for that. Good for us. جدید در قلب شهر نیویورک. افغان ویلیج اما روزه با غذاهای متنوع حلال افغانی و قیمتهای مناسب از شما زان پذروی گرم می نماید. ختم قرآن عظیم شان و هر نوع محفل شما با سروی سالی و قیمت مناسب. کیترینگ به هر تعداد و هر محل که خواسته باشین با قیمت مناسب و دلیوری مجانیه. اگر یک بار از غذاهای مزه‌دار حلال افغان ویلیج نوش جان نمایین، مطمئنا مشتری دائمی آن خواهید بود. لطفاً جهت معلومات و ریزروشن جا با خانم فهیمه عزیزی و خانم شریف و شماره ایریا کود 510-790-0557 به تماس شوید. من فهیمه عزیزی با سالها تجربه در رشته رستورانداری در کنار خانم شریف با انواع غذاهای اصیل افغانی در خدمت تمامی فارسی زبانان عزیز هستم. اما ولیج از شما و در خدمت شما. هوم دیکور با محل جدید در شهر یونین سری نفیسترین قالین ها، فرنیچر های زیبا و انتیک را تازه وارد نموده است. قیمت های مناسب، تنوع رنگ ها و بافت های دستی انتخاب شما را آسان می سازد. برای معلومات مزید لطفاً با هوم دیکور با شماره تلفن 510-471-2222 در تماس شده از لیلام های متواتر این گالری مستفید شوید. Afghan handcrafted rugs, a true work of art that represents the collaborative efforts of Afghan rug weavers. Hand-knotted rugs add style and elegance to any room and will remain beautiful for generations.
يا الله يا رب العالمين يا رحمن ويا رحيم. فردوس حج و عمره گروپ همراه و هم سفر معتمد شما. فردوس حج و عمره گروپ با پکیج مخصوص حج 2016 با اطمینان کامل آماده سفر و خدمت برای شما هموطنان رهسپار سفر حج به خانه خدا. فردوس حج و عمره گروپ شما را در این سفر استثنایی و پرخاطره انشالله قدم به قدم یاری و معاونت می نماید. برای آرامش شما حاجیان محترم در مکه معظمه و مدینه منوره هتل‌های مناسب 4 ستاره در نزدیکی حرمین شریفین با بوفه صبح و شام در نظر گرفته شده. همچنان در منا در خیمه های مستری و ایرکندیشندار و صرف دو و قضا آماده خدمت می باشد. تاریخ حرکت از سان فرانسیسکو، لاس آنجلس و یا نیویورک 5 سپتامبر و تاریخ برگشت 24 سپتامبر 2016 است. قیمت پکیج $7,900 بدون فیس ویزا و قربانی. تلفن معلومات 510-673-410. برای دریافت معلومات با وبسایت firdaushaj.com مراجعه کنید. به علت محدودیت ویزا برای حج با ما هر چه زودتر در تماس شوید. سفر با فردوس حج و عمره یعنی آرامش و اطمینان خاطر. یا رب العالمین. بیندگان عزیز سلام مجدد، امیدوار هستم تا این لحظه پروگرام و علاقه خوب دنبال کرده باشین. حال سه میمان عزیز دیگه داریم که اینا از کشورهای مختلف اینجا تشریف آوردن که ویدا جان ازمره از هالند تشریف آوردن و اینا فوروارد یا مهاجم تیم هستن و ویدا جان دیگه خودش گلکیپر هم هستک. ویدا جان مرای تان از سویدن تشریف آوردن، خودش گلکیپر هم هستک و رینا جان عزیزی از هالند تشریف آوردن و خودش مهاجم هستن، مهاجم بازی میکنن و نیلوفر جان یعقوبی اینا هم از هالند تشریف آوردن و اینا هم مهاجم هستن. دوستان عزیز این همشیرا برای اولین بار اتوب لطف کردن و به تورنمنت افغانی خواهرها و برادرهای خود هزارها مایل پیمودن تا به اینجا آمدن و ما دیگر چیزی نداریم غیر از اینکه بگویم یک جهان تشکر، خوش آمدین. تشکر کنیم از والدین بزرگوارشان که اینا را اجازه دادن مسائل تکت و راوی چیزایشان را ترتیب کرده و اینا را اینجا خواستن. امیدوار هستیم که ما که میزبان از اینا هستیم به عزت از اینا را کرده باشیم و اینا اینجا وقت خوش داشته باشند. میریم اول از ویدا جان زمرای سوال میکنیم که ویدا جان یکم کار لطفاً راجع به خود گپ بزنین. در دنیای ساکر چطور آمدین؟ چقدر وقت ساکر کردین؟ چرا گلکپر شدین؟ نام ویدا زمرای است. من فعلا در کشور سویدن زندگی میکنم. سلام ها گرم خلا خدمت دوستا چی در داخل کشور هستم و بیرون از کشور تقدیم میکنم. من تقریبا 15 سال میشه که فوتبال بازی میکنم و اولین باره که 7 ساله بودم در شهر کشور ازبکستان بود که بازی کردم. فقط اونجا تیم نبود، در بیروکت می بچه ها یا پلی میکردم. با 13 ساله بودم که سویدن اومدم و اونجا امی کوچ مکتب ما به حساب گفت که یعنی یک تیم شروع کن. بعد از اون در تیم شروع کردم، اول فوروارد پلی میکردم. خب باز گل پیکر نداشتم، هم تو با مزاق در گل استاد شدم. باز اون خوش کردن که نه نه نام خدا قطعا نام خوب در گل پیکر. باز ترینینگ تنم کردن یا؟ بله در ترینینگ داریم، هفته 3 روز ترینینگ میکنم و در پولیش یک هفته یک دفعه مسابقه هست که تقریبا در هفته 4 بار میشه. ویدا جان در اونجا از امی لیول ها یا سویه ها گپ میزنن، سویه 1 و 2 و 3 و چطور از در جایی که شما هستین در سویدن؟ اونجا هم لیول های مختلف وجود داره. بله. کسایی که نو شروع میکنن، کسایی که کمه کار تجربه داره، کسایی که بسیار خوب هستن، اونجا چطور هست؟ شما در کدام لیول بازی میکنید؟ من در لیول 2 بازی میکنم و سویدن که اول 0 لیول است، 1
باز 2 باز 3 4 5 6 هست. خب تا می لول 6 هست در اونجا تقریبا در موبایل هست این دیگه. نه از پایان دیگه آره تقریبا موبایل هست دیگه. بله خب چی آرزو دارین ویدا جان؟ آرزوی من همیسته که من قبلا هم برای دوستایم به تیم ملی که بازی میکنم چون گل پیکر هستم که من میخوایم امی سف چمپیونشیپ که بخیر بشوری داریم. بله امی آرزوی بزرگم است که ما رو ببریم بخیر. بخیر بخیر ویدا جان شما هم خوش آمدین به پروگرام. لطفا راجب خود گپ بزنین. مارینا عزیزی هستم. بله. 16 ساله هستم. از هلند اومدم. بله. من 12 سال فوتبال میکنم. نام خدا. نام خدا. از 4 هم دیگه. با اوج با بتون با های اسکولتون بازی میکنین یا در تیم اوپن بازی میکنین؟ در های اسکول نداریم. جست باید ساین کنی. بله. با یک کلوب باز در اونجا پلی میکنیم. خب پوزیشن چی بازی میکنین؟ فوروارد. خب چقدر گل زدین یا هیچ گل نزدین تاله؟ تاله ما یک نه انوز گل نزدیم. خب که مسابقه نکردین؟ امروز نه در اونجا در آلاین خب اون زیاد زدیم. مرد هستانین که تاله هیچ گل نزدیم تو شما رو مونده تاله. چی میخواین در آینده دینا جان؟ چی میخواین که شوین؟ میخواین که تا یک وقت بازی کنین بازی لش بتین؟ میخواین پروفشنال شوین؟ نه من میخواین پروفشنال شوام. میخواین با تیم ملی افغانستان هم بازی کنین؟ کسا شما دعوت کرده که با تیم افغانستان بیاین یا نی؟ هنوز ترای میکنین. ترای اوت دارین؟ در کجا هست ترای اوت؟ در مینجا آلا که در آمستردام. خب بخاطر من یک پار سوال میکنم کسایی که در شهر دیگه هستن و دختر با استعداد هستن و اونا میخواین به ترای اوت بیان لاقل از این معلومات استفاده کنن و چی کنن. خب در پولی ما نیلوفر جان یعقوبی هستن که دختر بسیار خوش روی خوش خنده خوب بشاش. گفت که اول میخواین پدر مادر جان رو سلام بتون بفرمایین. سلام مادرم، ما بسیار از یک راه دور آمدیم، میخواستم سلام بگم بر مادرم پدرم که آلو سعی میکنن. دو بجه شبشان هست اونجا. بگم نام من نیلوفر است، 24 سال هستم. من و از امرای رینا جان از هلند آمدیم برای تورنمنت کالیفرنیا. یک 8 سال است که من فوتبال میکنم. یک سال پیش نو ماه پیش است که من یک ACL injury داشتم، یک زانوی من عملیات کردم و آرزو دارم که حالا پس فوتبال شروع کنم، ترینینگ زیاد کردم، بسیار زیاد کوشش کردم که پس زانویم جور شوم و بخیر پس فوتبال شروع کنم. چی آرزو دارین که تا چی لیول بخواین بازی کنین؟ میخواین با افغانستان برین، افغانستان بازی کنین تیم یا نه؟ بله ما و ویدا دو سال پیش در پاکستان در سف گیمز بازی کردیم. بله بسیار یک تورنمنت بر ما تشویق خوب بود. بله بسیار خوب بود و آرزو داریم که بخیر این سال باز در سف گیمز اثر بازی کنیم، زیاد ترین کنیم که مسابقه را ببریم بخیر. ویدا جان امسال خواهر از سالهای گذاشته فرق داره که امسال کوچهای خارجی دارین، اونا سختان باید کار کنه و شما رو آماده بسازه. چرا نصف ساکر ریش که مهارت شما، سکل شماست، نصف اونجی که قسم کوچنگ میکنه. ما از کوچنگی که در ساکر جوانای افغانه، تیم ملی افغانه در روز هندوستان مقابل هندوستان بازی کرد خوشم نامد. بخاطر پیلرهای مجرب در بینچ است و ما میبازیم، سبا دیگه گیم هم نیست، چرا نگاه میکنی؟ اگر ما کنم روز خواستمش همینجا گپ میدارم که این سوال رو بگوین سیس نیم؟ بله ما در بخیر اگر پس رفتیم در آمستردام تورنمنت داریم. بله. باز همی دخترهای سویدن، از آلمان، هلند کلشان تشریف دارن در اونجا بازی میکنیم، کوچ های ما میاین سعی میکنن که ویدا جان ما چیزی که بسیار مهم است که وقتی که اگر پلیرها را خوش کردن این نمیشه که راستم روان خوب را بازی کن. اینا باید اگر یک کمپ نگیره فدن اینا نیلوفر جان از یک جای هستن، رینا جان از یک جای هستن، شما از یک جای یکی دیگه خودن بازی نکردین در تیم، با چطور در تیم ملی یک دفعه بازی میکنین؟ اینا باید بشناسین که شما اگر دست خود بالا کرد در کجا باش توپ میپردین. فدن مسی اوتوماتیکلی مغز از
کریپتو در انگلیسی میگه شارپ است که میفهمه کریپتو کجا پرتم نفر اونجا باشه تو بگیره اینا یه تجربه پرکتیس کار داره ما پروگرام گرفتن می کوچه نو که گرفتیم تقریبا یک پروگرام گرفتن که اول نمیجه انتخاب میکنن پلیرز از اینجا بازم از سرم پلیر انتخاب میکنن بعد از او یک ترینینگ سکم گفتن در هنگ کنگ میگیریم کمی پلیرهای ها کلشان بیاین یعنی سمت شون ببینن چه قسم پلی میکنن باز بخیر از اون طریق میریم طرف صفچه کشی انشالله که صد فرصد از اینجا میتن امروز ساکر که دیدین رینا جان چی خوشتان آمد نامد سوی شاگرد پلیرها چطور بود دخترها اینجا چطور بود خوب هستن کاری خوب کل خوب هستن نه؟ شما چطور؟ دخترها اینجا را ساکرش را خوش کردین یا نه؟ بله آنم خدا کلشان خوب فوتبال یاد دارن در این گرمی در اینجا ما عادت نیستیم که در این گرمی فوتبال کنیم امروز سالتان که امروز اگر گرم شد بله اگر نه دیروز سرد بود دیروز ما هوا سرد داشتیم دیگه شما اینجا استعدادهای خوب دیدین که میتونه تیم ملی بیایه؟ بله ما چند نفر زیر نظر کردیم که میتونیم انتخاب کنیم در تیم ملی که ما ضرورت داریم بله چرا ما بسیاری ها شکر شدیم الی جان است مرگ جان است بسیار دخترهای خوب داریم و خصوصا بسیاری دخترهای که نو شروع کردن مگر بهترین آل ستار هستن در مسابقاتشان که ما میبینیم خوب سپید داره خوب رن میکنه خوب ستاب داره خوب سکورر است اینا رو با تیم ملی ما کار داریم که خیلی نتیجه مطلوب بگیریم چی گفتنی دارین اگر در آخر کدام چیز میگین اگر میخواین کدام پیام دارین مسیج دارین که ما دخترهای که تیم ملی که بازی میکنن ما نیاز داریم به تشویق مردم ما ما را تشویق کنن یعنی مثل که تیم بچه ها را مرده را که تشویق میکنم ما نیاز داریم چون تشویق یک چیز است که آدم یک کار خوب میکنن که تشویق میشه هنوز زیادتر میخواهد نمی کار انجام بده بسیار خوب پیش بره از اون خاطر یکانه خواهش ما و امیم است که یعنی مردم افغانستان ما تشویق ما کنن تشکر شما چیز گفتنی دارین؟ یا مسیج سمتنگ؟ نه؟ شما کدام پیام؟ ما هر چیزی که همون چیزی که ویدا گفته با ما بسیار جامعه گفتن تشکرم از هر کس که ما رو تشویق میکنه بسیار زیاد ما فیسبوک پیج ما رو داریم European Football Girls میتونه لایک کنیم اگر میخواین امور صحیح بکنیم که کل پشنوان Afghan Woman Europe Afghan Woman Europe, yeah خب یعنی خانمای افغان در یوروپ یا یوروپ اروپا در اونجا باز هر تورنمنت هر چیز که هست در اونجا ما پست میکنیم باز دخل نمیشه این چیزای من فینیش نکنم نه خیلی نیم من نفر هر وقت یک چیز آقا دیگه هر وقت یک چیز نگم یا شما یک گول دارین you have to reach the goal در این گپای خورد ریزه این گپا در هر جای هست کمک بکنیم آفرین که بسیار زیاد تشکر از آمدن تن آریا کلاب این میاره به شما تحفه داد که به شما مبتم از طرف زنا ای شما و ای هم از شما بسیار زیاد تشکر خصوصا سفرتان بخیر واسه که جستین بخیر تیر شود این دیگه انشالله که باز در تورنتای دیگه ببینیم شما را بله آقا خیلی بلد شده این دیگه بله با امان خدا بسیار تشکر زنده باشید بیندای عزیز طور که شما مشاهده می فرمایین در حدود تورنمنت بسیار بزرگ از طرف آریا کلاب در شهر دبلن در فالن سپورت کمپلکس آغاز شده که امروز فردا و پس فردا دوام داره موجودیت شما در اونجا بسیار ضرور است برین به تشویق اولادایتان و شما میتونین که اولادایتان رو دویج تشویق کنین خیر است آله دوستای عزیز میمانای عزیز ما رسیدن میخواییم که از اونا رو دعوت کنم که لطفا تشریف بیارین خوش آمدین تشکر خوش آمدین مینا جان احمدی و مریم جان قاسمی
خوش آمدین به استادیو، خوش آمدین به کالیفرنیا، خوش آمدین به تورنمنت. تشکر. خب اول یک کمک کن راجع به خود خودتان بگوین که دوستای عزیز ما کجا شما رو میبینه، شما رو بشناسه، که از کجا آمدین، چه وقت ساکر کردین، کمک کن اگر لطف کنین. من مینا احمدی هستم، از امبورگ آمدم، 19 ساله هستم، یک 12 سال شد، 13 سال شد که من فوتبال را شروع کردم، 6 ساله بودم. اول در یک تیم بایز سازری کردم، باز در یک گرل تیم آمدم، 4 ساله که بودم. شما؟ مریم جان؟ من 15 ساله هستم، از 5 ساله میشه که فوتبال میکنم. دیگه ها خب بیشتر زیاد مردم راجع به فوتبال جرمنی گپ میزنن و که مچم که تو ما خوش دارم راستی تیم بایر مونیخ تیم خودم است. من خدا کن است دیگه، ما تیم دورتموند هستیم، خوش دارم. و خمان هم شناسیم خب بایر مونیخ مثلا که بارسلونا و که ریال مادرید که میام تیم ما بارسلونا است، نگاه تاکتیک و نگاه چی و بعد از اون تیم ما چیز است. در جام جهانی هم همیشه تیم ما خوش میکنم، تیم جرمنی رو خوش میکنم باش خودم. دیگه اینال فرق یا تفاوت ساکر اونجا و اینجا در چه قصد؟ از نظر شما در اینجا که هست یک سر کلشان تکتیک بسیار زیاد میفهمن. بله. در اوجم خواست مگم در اینجا یک سر کل چیز یک سر دیفرند است. بله. من خب پوزیشن ها که هست یک دیگه رول دارن در اینجا. بله. من که آمدم سعی کل چیز نفهمیدم، مگم تو میگم خب چیز دیفرند. شما چی یافتین؟ من چیز دیفرند بسیار زیاد ندیدم، هیچی حس هم نکردم. یعنی فقط بری که من با آلمان بازی میکنم. یعنی دخترهایی که اینجا بازی کردن شما خوش کرده این بازی شما؟ بله بسیار زیاد. دیگه یام نه هستن یک چند سال است که ساکر میکنن. مگر نام خدا زیاد هستن. بله بسیار زیاد علاقه دارن در اینجا. بله بسیار علاقه دارن. افسوس که شرایط مساعد نیست. اینجا امریکا داره کل چیزا پول است. اگر فیل میگیرین پول بتین، اگر نفس میکشین بریدینگ میکنین نفس پول بتین، همه چی با پول است و افغانا از نگاه مالی یار سپورت نمیکنن. این یک مشکل عمده ماست. امیدوار هستم که خود افغانای ما اولادای خود، دخترای خود، بچهای خود تشویق کنن پول بتن. یک ما کوتا که اینا سپورت، اگر شما سپورت نکنین ده پنجاه پوند وزن میگیرین، از قلبتان خراب، صحتتان خراب، با که سپورت میکنین لاغر صحتمند خوب میباشین. خب چی آرزو دارین که بعد از این بخیر که سپورت تا کجای ادامه میتین، بس میکنین یا با کالج هایتان هم که میرین؟ من خوب باید مکتب خلاص کردم، باید کالج برم، اگر میخوام فوتبال را کنتینیو کنم دیگه. خب آفرین. بله بخیر انشالله که باشه دو در USA میاییم، در سپتامبر باز یک تورنمنت است. بله بله بله. ببینیم که انشالله ما را سلیکت میکنه یا نه. حتما انشالله حتما. شما؟ من کنوز مکتب خلاص نکردم، به سنف نو هستم. خواه نام خدا. امیدوارم که مکتب خم خلاص کنم، فوتبالم ادامه بودم تا هر جای که میشه. خیلی خیلی. خب خود ساکر دختره افغانستان شما میبینین؟ دیدین در اوجه؟ ساکر دخترهای تیم ملی رو دیدین؟ در ویدیو یا بسیار زیاد. چطور فکر میکنین راجع به تیم ملی تان؟ بسیار، اما اگه بسیار زیاد علاقه دارن که فوتبال صحیح ساتری کنن. بسیار زیاد نفر هست که میخوان بسیار خوبتر شون، دیگه علاقه ای را دارن که بسیار در ورلد واید پلی کنیم. بسیار خوب. یعنی شما از اونا خوش هستین. انشالله که اگر آل خوب کوچه خارجی هم پیدا شد، اگر اینا یار ترین کنن انشالله نتیجه خوب میگیریم. ما و خصوصا خدا کنه که در افغانستان فدراسیون فوتبال یک استادیوم مخصوص باشه جا جور کنن که آزاد بتانن در موقع استادیوم خود بازی کنن، پرکس کنن، تمرین کنن. بسیار خوب. بله من که امروز دیدم
شما پیش مانده بالو میشدین. خواه نکده برین. گرمی بود چطور بود؟ بسیار گرمی بود. من تکت چی تان دیدم که توپ خوب استاپ میکنین، ریبال داشتین دیگه داشتین. مگر در دوش، در وان 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 دخترکای اینجا شما راستایی کده بیت میکرد. خواه که آتیز بودن. چون هوا اونجا برای خیلی گرمیه. هوا خیلی گرم با شما. مگر اینجا خواه گرم نیست. امروز از تالی شما شد. امروز سبا بسیار گرم است. سبا هست؟ سبا هم گرم است. سبا هم مایات جاد بخورین. دیگه کلام چیزی نیست. دیگه بسیار چیزی گفتنی دارین؟ میخواین چیزی بگوین؟ راجعه به سپورت، راجعه به تشویق. بله میخوام کل اگر کتاب آل ما را سپورت کرد. بسیار زیاد نفر هست که تیم ملی را سپورت میکنه. تشکر میگیم. و در سوشل میدیا نیلوفر خو گفته اگر کل اگر افغان ویمز نشنال تیم یوروپا لایک کنه بسیار خوب میشه. و در تویتر هم هستیم. دیگه یا بسیار تشکر تو. یا اگر شما لطف کنید ویدا جان اگر اونموجا امی وبسایت اروپین و افغان وومن ها دوجا بتین که ما در سکرین به شما پرتیم تا که افغان ها از جا کپی کنن و من خودم اول علاقه دارم که با شما تماس شوم و شما همیشه هرچی که میخواین که دوجا ویدیو دارین کلیپ دارین میتونین به ما رو کنین از ایمیل ما باشتن اینجا پخش کرده میتونین و دیگه امیدوارستم باز بخیر بیاییم باز بیاییم سفرتان باشه و از اینجا تیما اونجا بیایه امی جاست که ارتباط پیدا میشه حالا شما اقه خورخونده پیدا کرین اگه اینجا نمیدین از کجا میشد نی؟ از تنهایی بر آمده نی؟ خب اونجا خورخوندهی که داشتیم خالایده هست نی؟ این حالا خوب از دنری کامل خورخونده پیدا کرین بخیر یک روز بیاییم اینجا اینا اونجا بیاییم این همین زندگی است اگر نشه شما پدر مادر جان و این شکل که شما نیستیم مگر همی هاست که شما دوست هستند سر رفیق هستند سر میزن اما انتظار میکشم که عمر جان لطف کنه امو ایمیل یا وبسایت از اینا را با سکرین پرتن تا که چی فکر میکنیم چطور میتونیم که ما امی فوتبال افغانستان خوب بسازیم خصوصا از دخترها را چطور میتونیم خوب شد؟ من فکر میکنم که باید اول خیلی دخترها جرأت کنن بله که واقعا فوتبال بازی کنم دیگه ها فقط جرأت مهم است خوب دخترها بیچاره جرأت کرده میتونه خوب مگر محیط مردم هم باید فکرشان صحیح شوه و مثبت فکر کنن سپورت انمی اگر مملکت ترقی میکنه با جوانای صحتمند میکنه نه جامعه مریض جوانش مریض باشه چطور پیش میره و اینا لکه شما در سپورت هستین اگر در اولمپیا میرین بیرق کشورتان بالا میکنین کلان افتخار است حالا فقط کرکت در دنیا بازی میکنه ساکر در تا پیش افغانستان این در حدود 200 بود حالا به 100 چند رسید نی خو این تاستاستا بخیر این راه است که تعقیب میکنیم و پیش میبریم شه نی خا از سان فرانسیسکو چی خاطره داره بگوین خاطره که خیلی دارین چیزی یک شب بگوین نمیفهم دیگه فکر کنم اون روزی که در ایرپورت آمده بودم برات ما که دفعه اول بود که هم دیگر رو میت کردیم خب ما خبر نبودیم اگر ما می آمدیم اگر یک دوست گل با شما می آمدیم تا نبودیم خبر دیگه شما چی خاطره دارین چیزی؟ ما هم دیگه میگم ما دیگه خاطره ندارم ولی کلفونیا خوشتان آمد؟ بسیار زیاد ما یک افتار پیش اینجا آمده بودیم خب خیلی بلد هست ولی خالیم در تریسی خانیش هست خب ترسی در دوتر هست اینجا کرد اینجا در فریمان هست 20 دقیقه جای دبلن او طرفتر او بشا گرم هست نره اینجا سعیست و خاله جان میبخشی دیگه آه خاله بشا گرم هست نخواهی اینا رو اینا جای سرس آمدن آزار نته نشانه باز بخیر که در زمستان شد باز یاد دعوت کنید که جای سر نی آنه دیگه کنم گفتنی کنم چیزی میخواین بگوین کنم چیزی ندارین شما را به خدای کریم میسپارم این میره آریا کلاب به مزاد که به شما بتم ای به شما تحفه باشه و دیگه دوست عزیز آریا کلاب که ای دخترای نازنین دعوت کردن به من گفتن که ای اینا چیز نیستن ما بخش از اینا
سوغات ها یا تحفه های دیگه هم ترتیب کردیم که انشالله در روز دیگه بخش از اینا میتن و اگر این مثلا در مراسم خاص این تحفه داده شد ما انشالله که او را عکاسی میکنیم و او را با شما در پروگرام آینده در میان میگذاریم. دوستای عزیز یادتان نره که سبا در پروگرام ملی والای نشنال یونیتی که پروگرام ماست از ساعت 3:30 تا 4:30 ما به خاطر از اینکه معلومات دست اول را به شما داشته باشم از کپتان سابقه تیم ملی افغانستان که اسلام امیری است و او از مدت است که با تیم ملی بازی نمی کنه و جنجال های پیدا شد و حال تیم ملی نیست او را خواستیم که ببینیم که نظر از این چیست، چرا او با تیم ملی بازی نمی کنه، چرا ای جنجال ها ریکار شد. هرچی که این مسائل باشد سبا ساعت 3:30 تا 4:30 در پروگرام ملی والای مهمان عزیز ما اسلام امیری است. لطفا او را فراموش نکنید و به شما میگم دوستای همه فامیلای ریدا جان، هاجر، ویدا، نیلوفر، مریم جان، مینا جان، حتی هلی شما میتونید که این کست بعد از چند ساعت بعد در یوتیوب هم ببینین. ما ایده به افتخار شما به یوتیوب میگذاریم و کاپیشان رو به اینا هم میتیم که از طرف ما تحفه ببره به خارج. تشکر زاد، بسیار تشکر بیبی، تشکر، خوش آمدین، خوش باشین، بفرمایید. بله دوستای عزیز لطفا توجه بفرمایید که اولادای شما، جگرگوشای شما، بچه های شما یک تورنمنت را در خود شهر دبلن کالیفرنیا، کالیفرنیا شمالی برای انداختن که امروز روز اولش است و بسیار تیما از نقاط مختلف کالیفرنیا آمدن و اونا اونجا بازی میکنن، تیمای دختراست، تیمای بچه های حتی سن 5 و 6 تا سن 35 سال است. لطفا برین جگرگوشایتان تشویق کنین، اونا به تشویق شما نیاز دارن، تشویق شماست که قوت قلب به وامیته و اونا را به این وادار میستاده که به مدت زیاد در ساکر باشن، سپورت باشن و سپورت هم شما میفهمین دوستای عزیز که ما باید جامعه سالم داشته باشیم. حال اولادای عزیز ما را که شما بسیار زیاد دوست دارین با دادن بردن زینا با برگر کینگ و مکدونالد و تاکو بل اینا همش وزن اضافی گرفتن و یک پرابلم بسیار کلان امریکاست. در امریکا در هر 4 نفر یک نفر چاق است. در افغانستان مردم از گشنگی میمره، مگر در امریکا مردم از چاقی یا اضافی وزن شکایت دارن. اینا به خاطر از اینکه اولادایتان سالم باشه، اولادایتان صحتمند باشه، امراض قلبی نداشته باشه و جزء و عضو فعال جامعه باشه، لطفا اونا را با سپورت تشویق کنین. اما تو که ما قبلا اما اگر چه ما مخ که ولی سپورت اگر چه تاس وجود خوارت از ضرورت داری، اگر چه تاس وجود هوات از ضرورت داری، ام دغه سه استاس وجود سپورت ضرورت داری که سپورت اون که د تاس دغه وجود لکه یو څول تر تو یو تاویل خانه غونده ده چه مواد پک رازی مگر برته نه باسی د چ نه سی نور دلته جای نه پات کیږي، نو مجبور دی چې اضافی مواد دروازه نه بیرون لګی. نو که دلته تاسو مواد راوړی یا لرګی دلته اچوي او څل لرګی سوځوي داسې یو تعادل برقرار کیږي. نو دې لپاره ضرور ده چې تاسو سپورت مخه وکړي او اوس چې هوا ډیره توده ده لطفا که تاسو د ساکر میدانو ته یا د فوتبال میدانو ته ځئ لطفا کافی اندازه اوبه ځان سره واخلئ او اوبه انشاءالله چې تاسو وجود نوچ کیگین او تاس وجود به انشالله تر و تازه وی. نو خپل ماشومانه تا همیشه پاک و باور سوی او دا دوستانو تاس تا هیل کن خواهش کنم چه مپریده چه ماشومانم چه سپورت زین یو بوتل چو کس اغا نوش کی دا امریکی که قطعا خب کار نده کیگه چه که میکروب ده بل ماشوم پخلی کی او ده بل ماشوم تا انتقال شی. نو دل پاره یو بوتلو با شاید 15 سنت نی 15 سنت ده سپمال پاره مغواره چه تاس ماشومان ناروغ شی. لطفا هر یا تای مخصوص بوتلو با راوری او پاک راوری او پس لغنه خپل او با باید خپل وشکی چه سره پا برخنی کی
نور تاسه په پاک الله سپارم الله موتل مال او ساتندوی وسه سبا له خیره د درنی مو بجې د افغانستان د ملي ټیم کپتان چې په خوا کپتان و هغه اسلام امیری دی چې بیا افغانستان فوتبال سره بکاتو که او لار اوس فوتبال نکی هغه می دعوت کړی چې سبا ان شاء الله تاسو میلمانه یاست او هر سوال چې وګونئ لري تاسو کولی شئ چې وګونئ سوال وکئ نور تاسو په خدای سپارم دبلند کې تورنمنت ده لطفا راځئ چې په ګډه لاړ شو تورنمنت وګورو خپل د ځیګر ټوټې هلته تشویق کړو خدای په امان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خدای مل شه توفیق و یاری پروردگار بی‌نیاز و مهربان امسال هم قافله توحید پروگرام‌های مخصوص و فوق‌العاده‌ای را تهیه نموده تا شما پروانه‌های توحید را که عزم سفر و آرزوی ادای فریضه حج را از آمریکا و کانادا در دل دارید ان شاء الله قدم به قدم همراهی نماید با استفاده از تجارب چندین ساله اهداف و وظایف خدماتی عمده قافله توحید فراهم ساختن وسایل آرامش حجاج محترم میباشد برای اقامت حجاج محترم، هتل‌های فوق‌العاده در جوار حرمین شریفین و در هنگام حج، خیمه‌های اختصاصی در مینای شریف با قیمت مناسب در نظر گرفته شده است. توجه جدی و صمیمانه در رفع نیازمندی‌های حجاج عالی قدر از وظایف ایمانی و عمده این گروه به شمار می‌رود. برای ثبت نام و کسب معلومات مزید، لطفاً به شماره تلفن رایگان 888-428-6898 در تماس شوید. قابل توجه لیلام 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 یا کلوز اوت سیل زی اس کیو هول سیل تقدیم می نماید لیلام بی سابقه و استثنایی یا کلوز اوت سیل صرف برای مدت 5 روز با تخفیف 50-70% اجناس و مواد شامل لیلام قرار زیل است زیباترین صدهای نقره زیورات با رویکش طلای 18 قیراط رودیم جواهرات دیزاینر و مرغوب ترکی و انواع دیگر اجناس و زیورات زینتی دسکول های مقبول دیزاینر زنانه حجاب، روسری و شال های زیبا با جنسیت عالی ست های مختلف تکیه و توشک های ترکی با گلیم محلی مخصوص شامل اسفنج بوت ها و پاپوش های مد روز جاینمازهای ساخت عربستان با کیفیت خاص انواع و اقسام قالین‌های عربی السریا و دیگر اجناس و اقلامی که در این اعلان گنجایش معرفی آن نیست و شامل این لیلامند شما می توانید آن را از زی اس کیو ویر هاوس دریافت نمایید لطفاً صورت عمل به خرج داده و از این فرصت استثنایی استفاده نمایید تاریخ لیلام شروع روز شنبه 21 ماه می و ختم روز چهارشنبه 25 ماه می صرف برای 5 روز از ساعت 9 الی 5 بعد از ظهر آدرس زی اس کیو سبحانك یا من لا شریک له سبحانك یا من لا شریک له سبحانك يا من لا شريك له تلویزیون ایمان پیام آور سعادت هر دو جهان شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا من لا اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى
بسم الله الرحمن الرحيم فاستبقوا الخيرات در کارهای خیر بر یک دیگر پیشی گیرید. قرآن کریم سوره مائده آیه 48. So strive as in a race in good deeds. The Noble Quran, Surah Al-Ma'idah, Surah number 5, verse 48. بینندگان محترم، بیایید با ادای فریضه زکات خود تلویزیون ایمان را حمایت کنیم. Dear viewers, let's pay our zakat charity to support Iman TV. Become a member today. Jazakumullah khairan. بسم الله الرحمن الرحیم. کاروان حج و عمره انصاف با رهبری علما و دانشمندان برجسته افغان و هندی در خدمت حجاج و زائرین محترم خانه خدا می باشد. تکت های رفت و برگشت از سان فرانسیسکو و جی اف کی نیویورک. تاریخ حرکت 27 آگوست 2016 و تاریخ برگشت 15 سپتامبر 2016. مدت سفر 21 روز بوده که شامل 5 شب در هتل 5 ستاره سوئیستل در مکه معظمه، 4 شب در هتل 5 ستاره دل طیبه در مدینه منوره، 5 شب در خیمه های نزدیک حجرات منا و 5 شب در بلدینگ الایمان در شیشه مکه معظمه. قیمت‌های استثنایی با کاروان حج انصاف با 2 وعده غذا به صورت بوفه می باشد. علاقمندان می باید تا 20 جون 2016 جاری برای ثبت نام اقدام نمایند و حجاج محترمی که می خواهند در مسیر سفر به افغانستان و پاکستان یا هندوستان بروند و یا اینکه مدت اقامت خیش را در مکه و مدینه تمدید نمایند قبلاً با ما تماس بگیرند و همچنان علاقمندان به سفر عمره در ماه مبارک رمضان میبایست تا 2 جون با ما در تماس باشند. شماره تماس 1-800-622-7804 1-800-622-7804 کاروان حج و عمره انصاف. هوم دیکور با محل جدید در شهر یونین سیتی، نفیس‌ترین قالین‌ها، فرنیچرهای زیبا و انتیک را تازه وارد نموده است. قیمت‌های مناسب، تنوع رنگ‌ها و بافت‌های دستی انتخاب شما را آسان می‌سازد. برای معلومات مزید لطفاً با هوم دیکور با شماره تلفن 510-471-2222 در تماس شده از لیلام‌های متواتر این گالری مستفید شوید. Afghan handcrafted rugs, a true work of art that represents the collaborative efforts of Afghan rug weavers. Hand-knotted rugs add style and elegance to any room and will remain beautiful for generations. الرحمن الرحيم. I didn't say to hate him. I'm just saying we don't need him here. Everybody knows who's trying to kill us, and it's like we can't say it. Post 9/11 world, we should be a little suspicious of any group trying to relocate to this community. They had the words "not welcome" there, and that's a very clear sign. Muhammad was a get the out of the state. Someone in the middle of the night doused these engines with gasoline. This is violent. We have filed a lawsuit to stop
the building of the mosque. They can claim religion all they want, but it don't mean you're going to come in here and do this in Rutherford County. It's my right as an American citizen to have a place of worship. Murfreesboro is kind of a small, big town. It's a beautiful place where family can live and grow and be a part of a community, a very loving community. We love Murfreesboro, and we love it for the most part the way it is and the way it has been. It doesn't matter what religion you are, what race you are, whatever. The people here are so welcoming. Talk to the residents of Murfreesboro, Tennessee, and they'll tell you the strength of their city lies in its close-knit community and strong religious faith. The city has 104,000 people. More than 140 churches. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. And one mosque. Ar-Rahman Ar-Rahim. For decades, Muslims have lived and prayed alongside their neighbors. But in June 2010, their place in the community was questioned, exposing a growing fear of Islam in America. Nearly 10 years after the attack,